پیچیدگی داستان گفتگو با طالبان در این روزها کمتر جایی را میتوان سراغ کرد که سخن از طالبان و دوحه در آن نباشد. اما موضع‌گیری های هر از گاه بر ابهام و پیچیدگی روند گفتگوهای صلح میافزاید. در حالی که کاخ سفید از توافق رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور کرزی بر ادامه گفتگو و تاکید بر پایان خشونت به وسیله مذاکره با طالبان حرف میزند، اما اینجا موضع‌گیری هر به گونه دیگر است. دسولی پروسه از مج آرزو ده خو پردی بپریجدو نه چه ده دینه ده خپل اهداف استفاده وکی حل تا ده دی خبری وشاته معناوه هغه ما تاسو ته ښکاره نه سوای ویلی ول چې کار لا پوخ نه و په قطر کې دا معنا راووت معلومه سو خارجانو کوشش دا و چې افغانستان په خپلو کې سره واچوي او ضعیف یې کړي هلته امارت راته جوړ کړي اسلامي دلته جمهوریت راته جوړ کړي اسلامي او دی د خیر پر غونډۍ راته ناست وي او وایي چې دا خو زه نه یم دا خو افغانان دي چې خپلو کې اخته دي پوه شولې راسره دا لاره به پر بنده اما پاسخ این گونه That the office or that البته این نیت ما نیست که گشایش دفتر سبب نفاق و تجزیه در کشور شما شود. امید ما این است که اینچنین اقدامات بیشتر افغانستان را یک کشور واحد بسازد و افغانان را متحد. اما در نهایتش به نظر می رسد گمانه‌زنی و شک و تردید در مورد روند زیر نام صلح همه جا را فرا گرفته. سولی که در خود آمریکا میخواد بیاره که حکومت افغانستان در او دخیل نباشد اصول به معنای واقعی کلمه صلح نیست حتما یک تفرقه است که باعث ایجاد تنش در منطقه و میان مردم افغانستان خواهد شد و رفته رفته از این به شکل دیگه یعنی به عنوان که افغانستان رو به تجزیه خواهد کشند اما ما به خارجی ها خواهد گفتیم که هیچگاه افغانستان کشور غیر قابل تجزیه است در حالی که با نبود دکترین سیاست خارجی معلوم نیست که ممثل اصلی سیاست خارجی افغانستان کجاست اما پیش از واکنش ارک موضع وزارت خارجه اینچنین بود دولت افغانستان آماده است تا از طریق یک دفتر مذاکرات برای طالبان در قطر با اونها به تماس شوه و با اونها صحبت های ابتدایی آغاز شوه اما به شرطی که این دفتر در تطابق با ضمانت‌های تحریری که به دولت افغانستان داده شده فعالیت بکنه سرانجام پرسش‌های اصلی این است که از آن توافق تعهد تا این اختلاف و تجزیه چه چیزی میتوان استنباط نمود اساس نگرانی گشایش دفتر برای طالبان در دوحه چیست و در نهایت آیا واقعا داستان گفتگوهای صلح به پیچیدگی لازمش رسیده باز هم خوش آمدید. بیننده گفتمان از تولو نیوز و تولو هستید. آقایان فیض‌الله زکی سخنگوی جبهه ملی، حمیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت، فاضل سانچارکی سخنگوی ائتلاف ملی و خانم شکریه بارکزی عضو مجلس نمایندگان با ما هستند. میهمان گرانقدر خوش آمدید. خانم بارکزی با شما آغاز میکنم. کاخ امریکا از تعهد و توافق حرف میزنه و هرگ کابل از اختلاف و تجزیه. واقعا چی جریان داره؟ لااقل بر مردم افغانستان بار اول نیست که روی یک قضیه دو پیام متفاوت میشنوند. هرچند قرار بری بود که گفتگوهای صلح و پادرمیانی آمریکا و بعضی کشورها در مشوره با قصر ریاست جمهوری افغانستان این ترتیبات گرفته شده بوده یعنی برنامه و آجندا و مقدمه چینی صورت گرفته بوده الا چند موردی که حکومت افغانستان باز حساسیت نشان داد البته او حساسیت های بر جای بوده اما در کل نفس مذاکره در کل پروسه صلح در کل اجازه گشایش دفتر در قطر ای دولت افغانستان ای توافق داشته هرچند موضع گیری ما به عنوان پارلمان امو وقت هم و امو زمان هم همی بوده که شما وقت اجازه فعالیت نمایندگی سیاسی را بر گروه طالبان میتین زیر سوال بردن مشروعیت دولت افغانستان است که در اون وقت دولت مدارای افغانستان کمتر به این اصل توجه کردن اونا به این فکر بودن که شاید دفتر قطر بتانه آدرس جدا از بدنه پاکستان برای طالبان میانه رو باشه حالان که این حدس و گمان کاملا تهی از آب برآمد و دریافتن که اونهایی که تیوریسن ایدئولوژی طالبانی هستن هیچگاه شکار خوده و دست بیگانه یعنی پاکستان فکر میکنه بله حالا اگر در نهایتش به دور از اون حرفایی که پیشتر از این در مورد دفتر زیر نام امارت اسلامی برای طالبان گشایش یافته بود
زمانی که رئیس جمهور میایه و فراتر از این حرف میزنه و میگه که حتی حرفای در پس پرده وجود داره که به معنی تجزیه افغانستان باشه، واقعا چی چیزی فکر میکنند که وجود خب داره؟ خب در حقیقت دفتر قطر اگه با مو شکلش، با مو پرچم و با مو عنوان و نام و با مو اهداف اولش که جور شده بود ادامه فعالیت میکرد، این در حقیقت اولین قدم به جهت تجزیه افغانستان بود. و فراموش نکنید که جمهور همین اکنون هم بعضی علاقات معین سیاسی هم در افغانستان خانه‌ازی بودن، یعنی یکی گروه سیاسی طالبان یا نظامی یا شبه نظامی هر چی که میگن، یا هم به اصطلاح دولت در تبعید، و در عین حال با کمال تاسف که بعضی علاقات داخلی هم بودن. هرچند مکانیزمی را که اینا ارائه میکردن در یک مرحله متفاوت بود، اما نتیجهش مساوی به همین مورد. حالا اگر میخواین بگوین که این علاقات سیاسی بودن، یعنی کی ها بودن؟ من فکر میکنم که زمان هر چیز بر ما میگه. من اولین کسی بودم که 3 سال پیش از امروز هم مخالفت خود با گشایش دفتر قطر در یکی از کشورهای عربی بیان کردم که یک سفیر دولت افغانستان در او بود، اعضای شورای امنیت ملی که در قصر ریاست جمهوری هستن اینا هم بودن، و او وقت هم دلیل معمی دلیل بود که امروز است. اما او زمان ای گپ کمتر خریدار داشت. اول دولت افغانستان فکر میکرد که بگذارین طالبان یک آدرس دیگه جدا از پاکستان داشته باشه، یک آدرس که ما بتونیم برش مراجعه کنیم. هرچند که در آخر در نهایت درک کردن که طالبان آدرسش معلوم است یا نیست، پروسه صلح باید یک مورد بین الافغانی توسط افغانا باشه. اما در این حال اجازه بدین که بر ما بسیار جالب است، یا آخر گفته میشه که گویا به باور بعضی ها علاقات خارجی بیرونی به اصطلاح امریکایی ها هستند. حتی در شبکه های اجتماعی هم خوانده میشه در دنیای مجازی که میگن که خب این خود امریکایی ها هستند که دفتر ایجاد کردن و پیام های رئیس جمهور هم به گونه بوده. پس هرگاه امریکایی ها علاقمند از این باشن که افغانستان شمالی و جنوبی روی نقشه بیایه، طالبان به عنوان یک قدرت و یک بیرق و یک پرچم که امریکا باش مبارزه کرد، پس آیا مبارزه 12 ساله که جام جهانی در افغانستان داشت زیر سوال نمیره؟ پس شما چون این چیزی فکر نمیکنید؟ منفعت کشورهای درگیر در قضیه افغانستان از آوردن بیرق طالبان و نظام طالبان و یا هم بخش جغرافیای افغانستان بر دست طالبان سپردن چی خواهد بود؟ یعنی شما موافق این نظریه نیستید؟ اصلا نه، من فکر میکنم ما نباید کمکاری خوده، بیکارگی خوده و به اصطلاح خیال بافی خوده مقصر بداریم دیگه کشورها را، ولو که دیگه کشورهای خیال و ای فکر داشته باشه. در سیاست گذاری دولت افغانستان باید زیرکانه اینا دریابن که حقایق در کجا هست و کدام خطرات میتونه متصور باشه از گشایش ادارات دفترها با آدرس های موازی و جمهوری اسلامی افغانستان. آقای زکی، زمانی که پیشتر از این رئیس جمهور نگران دیدار شما را از جیران های مخالف سیاسی و حکومت با حالا نمایندگان طالبان در کشورهای مثل فرانسه بود، این گمانه‌زنی بیشتر تقویت شد که طالبان هم به گونه دیگر علاقمند به گفتگو با حکومت افغانستان نیستند و میخواین با جیران های سیاسی صحبت بکنند. در آخرین مورد هم زمانی که طالبان گفتند که این دفتر به معنی ارتباط با افغان ها هست، این گمانه‌زنی تقویت کرد. و امروز زمانی که رئیس جمهور کرزی از یک جهت میگه که خارجی ها میخواین افغانستان را تجزیه بکنن و خانم بارکزی هم میگن که دست کم حلقات در درون افغانستان هم موافق است، واقعا فکر میکنین چنین است؟ اولا آسان ترین کاری که کار تنبل هاست ای انداختن ملامتی، بار ملامتی به گردن دیگرا میباشه. اگر در پروسه، در آغاز پروسه قطر که بسیاری ها با او یک نوع امید دیگری بسته بودند که شاید سرآغاز یک نوع حرکت به طرف مذاکرات صلح باشه، اما با آنچه که رخ داد به یک بنبست تازه مبدل شد. اگر ناکامی دی واقع وجود داره، مسئولیتش عامتان به گردن حکومت و رئیس جمهور است، زیرا در گذشته اونها به شکل یک کتازانه و به شکل تک محورانه همه مسئولیت های و همه صلاحیت های آنچه را که به نام مذاکرات صلح و احتمال مذاکرات صلح بود در دست حکومت متمرکز کردن، مثل همه امور دیگه، و همه عناصر و نهادهای دیگه جامعه ما را به شمول جامعه سیاسی و جامعه مدنی با شدت و با خشونت و حتی جامعه بین المللی، وقتی یوناما هم پای یک ترکتو یا مذاکرات دست دوم را، حلقه دوم را مطرح کرد، همه را نفی کردن، همه را با خشونت و با شدت رد کردن. پس کی مسئول آنچه هست که در قطر رخ داده؟
این حکومت بود که با جامعه بین المللی در تماس بود روی مسئله قطر. این حکومت بود که پی در پی هیئت میفرستاد به قطر. این حکومت بود که به جامعه اطمینان میداد که همه چیز در کنترل است و فردا این حکومت بود که از همه بالاتر چیغ میزد که فاول. ها؟ پس مسئولیت کل از این به گردن اوزناست. حالا چگونه تصحیح میشه؟ منتظر میباشیم که ببینیم. موقعیت از این که اگر طالبان میگن که ما با حکومت صحبت نمیکنیم، در اینجا کی ملامت است؟ حکومت باید این را تحلیل کنه و پیدا کنه که چرا صحبت نمی کنن. چندین سال است که آخر اونا با طالبان در تماس نزدیک هستند و باید حداقل برای ملت شرح بدن که برداشت های از اونا از این چی است که چرا با حکومت صحبت نمی کنن. برداشت جریان مخالف سیاسی حکومت چی است؟ برداشت جریان مخالف سیاسی حکومت، امی ما فقط یک مسئله را مطرح می کنیم و به اون معتقد هستیم و این نه تنها موضع جبهه ملی افغانستان بلکه همچنان خوشبختانه موضع شورای همکاری احزاب ائتلاف‌های سیاسی است که در کنفرانس مطبوعاتی اخیر ما به اتفاق آرا بیان شد. او این است که صلح یک پروسه اداری نیست که صرفا مربوط حکومت باشه. صلح یک مسئله سرنوشت ساز برای کل ملت است و در هر نوع مذاکرات صلح هیئت واحد جمهوری اسلامی افغانستان باید فراگیر باشه، جامعه سیاسی و جامعه مدنی را به شکل قناعت بخش به لحاظ اشتراک، به لحاظ فیزیکی، اشتراک فیزیکی در بر داشته باشه و به لحاظ شکل دهی و استراتژی و پالیسی مذاکرات از جانب سیستم سیاسی باید نظریات از اونها در او شامل باشه. که چنین نبوده. طبعا نبوده. آقای زکی اگر کوتاه بخوایم بفهمم، آیا موافق گفته های خانم بارکزای هستن که ممکن حلقات در درون افغانستان در داخل افغانستان وجود داره که اینا هم خواهان چنین نظریه هستن که حالا رئیس جمهور نگرانش است؟ اگر چنین حلقات وجود داشته باشند کسی مانعشان شده نمیتونست و مانعشان شده نمیتونه که تماس بگیره. یعنی نیست فکر میکنین حالا این نظریه تجزیه افغانستان که مطرح میشه فکر میکنین چنین چیزی وجود نداره؟ ما تهدید یک تهدید به نام تهدید تجزیه افغانستان را میبینیم و او را از کدام بود میبینیم؟ از این بود میبینیم که هرگاه جنگ طولانی شوه، هرگاه پس از 2014 دور جدید جنگ داخلی بر افغانستان تحمیل شوه و این جنگ طولانی و فرسایشی شوه، این ممکن است افغانستان را به سوی تجزیه تهدید بکنه و ببره. سپاسگزارم. خواهی فاروقی، در واقع هیئت از حزب حق و عدالت در نشستی که رئیس جمهور در واکنش به گشایش دفتر برای طالبان داشت شرکت کرده بود. حالا زمانی که رئیس جمهور میگه که ما بر اساس یک تصمیمی که امین نشست گرفت موافقه بر این شد که دیگه گفتگوی صلح در قطر صورت نگیره، اما بلا فاصله وزارت خارجه افغانستان میگه که ما آماده هستیم که هیئت از شورای عالی صلح را به قطر بفرستیم، چه چیزی میشه برداشت کرد؟ بسیار تشکر. به نام خدا و بار سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی عزیز حاضر در برنامه و شنونده ها و بیننده های عزیز برنامه شما. من فکر میکنم که به سلسله برخورد های عکس العملی و برخورد های ذوقی که متاسفانه پی هم و مکرر از مراجع مختلف دولت متاسفانه شنیده و دیده شده بود، یک بحث دیگه بود. حزب حق و عدالت با توجه به موضع ملی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در واکنش به ارتباط نحوه گشایش دفتر قطر صورت گرفت، پیام ما بسیار روشن بود و شخصیت های که از حزب حق و عدالت حضور داشتند در او جلسه مشورتی و یا هم در اعلامی که حزب حق و عدالت نشر کرد در نشست هایی که با شورای همکاری احزاب به عنوان یکی از اعضای شورای همکاری احزاب حزب حق و عدالت موضوع خود روشن کردن. ما دقیقا از واکنش دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این رابطه حمایت کردیم، منتها تفاوت فکر در این بود که ما به دولت جمهوری اسلامی افغانستان مشوره در تعلیق قرارداد مذاکرات امنیتی با جانب ایالات متحده آمریکا تایید نکردیم و او را در واقع یک بحث مجزا دانستیم. فهم ما این بود که دولت در این مورد مشخص متاسفانه بنابر کوتاهی ها و کمکاری ها و یا ناکردگی های خود تلاش داره باز هم این بحث به عنوان یک بحث ذوقی و به عنوان یک بحث به عنوان آلی فشار دوباره استعمال بکنه و برای تغییر دادن افکار عامه و ذهنیت مردم افغانستان در واقع یک فرصتی که پیدا شده بود به خاطر استفاده از ظرفیت های بالقوه‌ای که موجود بود در اشتراک با همو توانایی های دوستای بنگلی افغانستان خلق شده بود،
این فرصت در واقع به یک شکل از اشکال کمرنگ بسازم. ما اعتقاد ما ایست که دولت همو اکسل عمل بسیار احساساتی و آنی را که نشان داد در واقع به خاطر کمرنگ ساختن آنچه که به عنوان بیکاری ها و بی‌التفاتی های مخصوصا رده های دوم و سوم نظام در بحث باز شدن و گشایش دفتر قطر از خود نشان دادن و در واقع ادای مسئولیت نکردن، او بار به شانه های دیگران داخته شد. متاسفانه یک عکس‌العمل بسیار عکس‌العمل آنی و عکس‌العمل یک مقدار غیر قابل توجیه دانستیم، بحثی که کیها قصور داشتن و استفاده های بعدی که متاسفانه از صورت گرفت. یقینا او دقیق از آب بیرون شد و ما دیدیم که در فردای امروز اونهایی که متهم شده بودن اونها هم ادعا کردن که ما در خط هستیم، یک اشتباه تکنیکی هست و بالاخره موضع ما همه میست. ما دولت افغانستان شدیداً موضعشون رو حمایت میکنیم، دولت قطر هم از آنچه که اتفاق افتاده بود از روی اظهار نارضایتی کردن و بالاخره معلوم شد که اونهایی که باید ادای مسئولیت میکردن و کارهای خانگی خود انجام میدادن در پس او تفاهماتی که صورت گرفته بود به خاطر اجرای بحثا و به خاطر متحقق ساختن بحثای تکنیکی اونها باید حضور میداشتن و کماکان مثل که در سایر بحثا متاسفانه اونها کوتاهی کردن و هیچ کسی بنابر زدبندهای سیاسی بنابر موقعیت خاصی که شخصیت ها در نظام دارن متاسفانه بر اساس اون مصلحت ها اونها مورد سوال قرار نمی گیرن و این بحثا بسیار به سادگی میتونه انتقال بکنه به طرفای دیگه که اونها اصلا شاید بر از اون این بحث ها در اون موقعیت از لحاظ اعدای وظیفه و تداوم اون بحث ها شاید بسیار معجنه بوده. آقای فاروقی، زمانی که گفتگویی با آقای اطمر داشتم و اون حمایت خود را از موقف ارگ ریاست جمهوری اعلام کردن، پرسیدم که آیا باورمند به ایستادگی ارگ ریاست جمهوری بالای حرفشان هستن یا خیر، که پاسخ دقیق نیافتم. حالا میخوایم پس از گذشت چند روز از شما بپرسم، آیا فکر میکنید این موضوع گیری هایی که از سوی کاخ ریاست جمهوری میشه و زمان هم از فرستادن هیئت به قطر گفته میشه، آیا همون چیزهایی است که شما هم برش فکر میکردن؟ ببینید، موضوع حزب حق و عدالت کاملا روشن بود در این بحث. ما فهم ما ایست که ملت افغانستان آرزومند است که در افغانستان صلح متحقق شود، منتها خطوط قرمز در رابطه به صلح و آوردن صلح، قیمت صلح و آنچه که افغان ها حاضر هستند در برابر صلح بپردازند اونا مشخص بود. خطوط سرخ ما کاملا روشن بود و پیوسته در پیام ها ای را اعلان کردیم و او ارزش هایی که در قانون اساسی افغانستان مسجل است، موضوع تعلق پروسه صلح برای مردم افغانستان و رهبری اون خطهای سرخ دیگر نیست. ما میخواییم که واکنش هایی که پس از گشایش دفتر برای طالبان در دوحه بود، آیا با این واکنش ها و گذشت چند روز هنوز هم موافق اون استادگی حکومت بر سر موقفش هستن یا خیر؟ ما فهم ما ایست که حکومت افغانستان یک مقدار با بی‌حوصلگی برخورد کرد، یک مقدار بحث ها را مخلوط کردن و بالاخره بعد از لحظات متوجه شدن که خب بحث بنابر اشکالات تکنیکی است که خود از اینا در واقع قصور دارن و جریانات بعدی را بیان کرد. شما صحبت های آقای جان کری را شنیدین، صحبت های نماینده ایالات متحده آمریکا را در افغانستان و پاکستان شنیدین. اینا کاملا از موضوع حکومت افغانستان و از موضوع افغان دفاع کردن و گفتن دقیقا آنچه که شما میگین ما با شما توافق کردیم و حالا ما متاثر هستیم که از خلای مسائل تکنیکی طالب ها یک استفاده غیر اصولی کردن و استفاده غیر اخلاقی و غیر اصولی بوده و نباید این پذیرفته شود. فلاحات در برابرشان عکس العمل نشان داده شد و اونا هم با این خود عیار کردن. آنچه که امروز بحث تداومی بحث ها است، من فکر میکنم که موضوع ما باز هم کاملا روشن است. ما حمایت میکنیم دولت جمهوری اسلامی افغانستان، پروسه مذاکرات صلح باید به پیش برده شود، منتها قیمت صلح مشخص و واضح هست و حکومت افغانستان نباید به بناهای مشخص و بر روی او ابزار و وسایل سیاسی که متاسفانه پیوسته استفاده شده یک بار دیگه بحث پروسه صلح افغانستان که یک چانس بسیار خوب است، یک فرصت خوب است و ممکن است طالبان به عنوان یکی از گروه‌های مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان امروز در واقع آدرس را که حکومت همیشه پشتش سرگردان بود و آدرس را باز کردن. نباید با برخوردهای ذوقی، نباید با برخوردهای احساساتی و نباید هم با برخوردهای انفعالی بحث‌ها را اونقدر مغلق بسازیم که نه توان مدیریتش داشته باشیم و نه هم توان انسجام مجدد. حالا اگر بخوایم کوتاه جواب خود را بگیرم، شما میپذیرین که حکومت افغانستان برای امو چیزی که مشوره شد با شما بر اساس هم موضوع پیش میره تا امروز رفت؟ در مشوره یک جمع از بزرگای افغانستان و همو رهبرایی که همیشه در کنار جناب رئیس جمهور حضور دارن مشوره ارائه کردن، منتها مشوره ها چون از دیدگاه های مختلف متفاوت بود. آنچه که حزب حق و عدالت مشوره ارائه کرده از طریق شخصیتی که عضو حزب است اما نه به عنوان نماینده حزب دعوت نشده بود، اما دیدگاه حزب اونها ارائه کردن با آنچه که
مخلوط کردن بحث ها بود با او حزب اقتدار موافق نبود و در واقع یک بحث به بحث دیگه گری دادن و از او بهره برداری های سیاسی کردن. این به مسائل ملی نیست، یعنی چون فکر میکنم به یقین از دید ما همی بود و او شاید نظرات خود جناب رئیس جمهور و اقتدار مشاورینشان باشه. ما فهم ما ایست که حرکتی که در دوحه صورت گرفت این حرکت مغایر آن چی بود که دولت جمهوری اسلامی افغانستان تعهد شده بود و طالبان نباید این کار را میکردن، آن چی کسایی که در همکاری با اونا این حرکت صورت گرفته بود اونها مقصر هستن. و فهم ما ایست که همکارای تکنیکی جناب رئیس جمهور که در پروسه دوحه اونها حضور داشتن اونها ادای مسئولیت نکردن برای آن چی که تعهد شده بود. اونها مسئولیت داشتن که پیش از اینکه گشایش و دفتر در برابر انظار کمره ها و در برابر انظار دنیا قرار می گرفت باید اینا خود مطمئن میکردن و متاسفانه نکردن. این کم کاری و عدم کار خانگی از اینا بالاخره بحث ها رو بغرنجتر ساخت و یک سلسله ارزش های دیگه افغانستانه بحث های بزرگتر منافع ملی ما را متاسفانه زیر چالش و زیر سوال برد. این که نقد و نظر در مورد حکومت افغانستان مطرح میشه با تماس های مکرر نمایندی از مرکز رسانه حکومت حضور پیدا نمیکنه، گاهی این سوال در ذهن مردم به میان میاد که حالا حکومت مرکز رسانه های زیر نام مرکز رسانه حکومت به معنی چه است واقعا؟ آقای سانچورکی، اگر نخواهیم دیگر به اون گذشته برگردیم، بخواهیم بحث هایی که امروز بیشتر به میان میای سر صحبت بکنیم. رئیس جمهور با نواز شریف صحبت میکنه، رئیس جمهور با دیوید کامرون صحبت میکنه، رئیس جمهور با اوباما صحبت میکنه و در نهایتش حرف اول هم چگونگی گفتگو با طالبان و گشایش دفتر در قطر. واقعا حس میشه که حالا رفته رفته مسئله گفتگو با طالبان با اون پیچیدگی لازمش رسیده؟ بسیار تشکر، با سلام خدمت بیننده های محترم و مهمان های گرامی. ببینید مسئله صلح و ضرورت گفتگو با مخالفان مسلح امروز به یک نیازی واقعی هم در درون جامعه افغانستان و هم در سطح منطقه و جهان تبدیل شده، یعنی هم جامعه بین المللی هم منطقه و هم مردم افغانستان درک و احساس میکنند که جنگ، خشونت، درگیری و ستیز راه حل موزل و مشکل افغانستان نیست. باید یک راهی برای گفتگو و مصالحه با افغانهایی که به خاطر تحقق اهدافشان می جنگند پیدا شود. تمام دنیا و منطقه و جامعه بین المللی منتظر بودند که حکومت افغانستان با طرح‌ها و برنامه‌هایی که ارائه کرد، با تشکیلات‌های متورم و بزرگی که ساخت، شاید این امر کاری از پیش ببره و اقدامی انجام بده. اما متاسفانه شیوه‌های عملکرد حکومت و تشکیلات‌های ناهمساز و ناهمگینی که ایجاد کرد و بی‌اعتنایی که به جریان‌های سیاسی و جامعه مدنی داشت و نخواست امری گفتگو و مصالحه را به یک گفتمان ملی تبدیل کنه و به صورت خودسرانه و با نه با نگاه تامین صلح بلکه با نگاه نوع سازش و تعامل و ائتلاف با برخی از جریانات طالبان، نه با همگی، تلاش کرد. در نتیجه امروز پروسه صلح متاسفانه به یک بنبست رسیده. حالا هم نگرانی رئیس جمهور کرزی چی است؟ شما ببینید که وقتی یک رهبری حکومتی که متناقض هر روز و هر لحظه صحبت میکنه، هم مردم افغانستان دوچار سردرگمی میشه، هم جامعه بین المللی دوچار سردرگمی میشه. یک لحظه برادران مذاکره میشن، دنبال آدرسشان است و لحظه دیگه دشمن هستند، طرف میخوان افغانستان تجزیه کنن. به این خاطر مردم دوچار سردرگمی میشه. اگر رئیس جمهور میگه که من آدرسشان پیدا کنم، میرم اون آدرس در قطر پیدا شده دیگه، خب برو مذاکره کنم. پس بنابراین این وضعیت است که امو قسمی که دوستا صحبت کردن، ما هم بار بیشتر مسئولیت ها را میندازم به دوش جناب رئیس جمهور و تیم حاکم. ما فکر میکنم که دو سه نقطه در اینجا قابل توجه است. نقطه اولی است که با همه تلاش های حکومت افغانستان انجام داد، طالبا دست رد به سینه حکومت و رهبری حکومت زدن و حاضر نشدن که با حکومت گفتگو کنن و هنوز هم حاضر نیستن که با حکومت گفتگو کنن. چرا؟ به خاطر که به محض که طالبان فکر میکنن اگر با حکومت گفتگو کنن، مشروعیت مبارزه مسلحانهشان زیر سوال میره. از طرف دیگر طالبان خودشان گفتن، ما از زبانشان شنیدیم، طالبان گفتن که گفتگوی ما با کرزی مثل گفتگوی ما با خودمان است. ما قبلا در قندهار صلح کردیم با کرزی، کرزی در گذشته عضو ما بوده، قرار بود نماینده ما در ملل متحد باشه. کرزی وقتش به پایان رسیده، کرزی دارای ریشه نیست،
پایگاه اجتماعی نداره، آینده نداره. ما گفتگو با کرزی کنیم برای چی؟ ما باید با کسانی گفتگو کنیم که اونا صد رای ما بودن، در برابر ما ایستاد شدن، ریشه دارن، عمق دارن، در متن مردم هستن، چالش فراگیر در گذشته بودن در برابر ما و در آینده هم ممکنه باشن. پس بیایم مشکل خود با اینا حل کنیم. آنها کیا هستن؟ طالبا فکر میکنند جریان مقاومت، جریانهای سیاسی، مردم افغانستان که در برابر طالبا ایستاد شدند. آیا کرزی از اینا نمایندگی میکنه؟ تیم کرزی از این طایفه های وسیع اجتماعی نمایندگی کرده میتونه؟ و از جانب دیگه مشکلی است که پروسه به اصطلاح مصالحه کرزی به بنبست رسید و کرزی خود در حاشیه دید با تیمش. با پوزش همینجا یک نکته، زمانی که میگن که رئیس جمهور آیا میتونه از این همه نمایندگی بکنه، زمانی که بحث انتخابات پیش میآید، جز کسایی که در واقع این حکومت را حمایت کردن، حالا اگر به عنوان مخالفان سیاسی هم هستن، بحث جدا هست، فکر نمی کنید که رئیس جمهور این صلاحیت را به عنوان نماینده مردم داره؟ ببینید رئیس جمهور، خب ما شما دیدیم که با چی مکانیزم رئیس جمهور حالا بدور از اون حرفایش، بدور از این گپا، ولی آهسته آهسته قدم به قدم او مشروعیت متزلزل خودم از دست داد، به خاطری که رئیس جمهور نتونست یک محور وفاق جور کنه. سطح ملی رابطه رئیس جمهور با پارلمان چه رقم است؟ رابطه رئیس جمهور با اپوزیسیون چه رقم است؟ با جامعه مدنی چگونه است؟ با کابینه چگونه است؟ با معاونین خود چه رقم است؟ آیا در سطح معاونینش در سطح کابینه یک وفاق ایجاد کرده؟ شما پیش مارشال فهیم برو یک رقم گپ میزنه، یک نظر داره نسبت به صلح، خلیلی نظری دیگه داره و خودی کرزی نظر سوم داره. پس در سطح حتی تیم سه نفره خود نتونست یک اجماع و اتفاق نظر در رابطه با صلح به وجود بیاره. به این خاطر من فکر میکنم که جامعه بین الملل خودش دست به کار شده. امروز هم انگلیس ها، هم آمریکایی ها، هم پاکستانی ها، همگی زیر بغل آقای کرزی میگیرن، تشویق میکنن که تن بده به این گفتگوها، بگذار قدم به قدم شروع شه. اول آمریکا گپ بزنه و در قدم دوم طوری که طالبان اعلام کردن که ما با جریان های سیاسی گپ میزنیم، گرچه جریان های سیاسی هنوز پاسخ ندادن. طالبان گفتن که ما حاضر هستیم بعد از یک دور دو دور با آمریکایی ها، حتی نام گرفتن از 5-6 نفر شخصیت ترازی اولی کشور، که ما حاضر هستیم بشینیم همراهشان یک گفتگو کنیم و این قدم به قدم میتونه که پیش بره. اما چون رئیس جمهور کرزی و تیمش خود در این روند دخیل نمیدونه، خود در حاشیه میبینه و نسبت با آینده خود نگران است، به این خاطر عکس العمل های احساساتی و واکنش های بسیار بسیار خرد از خودش نشان میده که منافع کلان کشور، صلح در کشور در نظر نداره، منافع شخص خود متصفانه. آقای سانچارکی، اگر خیلی کوتاه اشاره بکنین، تمرکز میکنم به اون اصل سوال، اگر حالا یک بار دیگر صحبت میشه با دیوید کامرون و نواز شریف و اوباما و محور اصلی هم گفتگوهای صلح و گشایش دفتر برای طالبان میشه، شما به عنوان یک جریان سیاسی در درون افغانستان موافق هستین که دیگر توپ این بازی از داخل افغانستان دور شده و به دست دیگرها هست؟ بله، امروز ببینید، امروز متاسفانه رئیس جمهور کرزی نتونستی پروسه را به پیش ببره، مطلق ناکام شد، به بنبست کشاندی پروسه را. دنیا خوی ازینه داده، قربانی داده، درگیر است، دنیا مجبور است ابتکار بکنه. به این خاطر فکر میکنم که حالا رئیس جمهور کرزی رسما اعلان کرده که ما حاضر هستیم، اما هنوز مشکل سر جای خودش باقی است. چرا که طالبا هنوز آماده نیستند. یعنی هنوز طالبا نگفتن که ما با حکومت از طرف حکومت میاد که رهبری گفتگوها باید به دست افغانها باشه، به مالکیت افغانها باشه و او حکومت افغانستان مدیریت کنه. اما طالبا حاضر نیست که را بپذیره و یک بنبست است و از طرف حکومت هم قبول نمیکنه که اپوزیسیون و جریانهای سیاسی دخیل شوند در روند گفتگوها، بنبست دیگه به وجود میاد. به این خاطر هنوز مشکلات به نظر من سر جایش باقی است. خانم بارکزی، چند سوالی که از میان این صحبت ها پیدا شد و دست کم هر از گاه مردم همین را میپرسن که زمانی که جیرانهای سیاسی میاین انتقاد میکنن از حکومت روی هر موضوع، دست کم در این مورد آخر، گاهی میگن که با این بخش از صحبت های حکومت موافق هستیم، با این بخشش نیستیم، حکومت استادگی نمود است، استادگی نکرد. آیا شما به عنوان عضو مجلس نمایندگان افغانستان موافق هستین که جریان های سیاسی که در افغانستان حالا درون حکومت و بیرون حکومت فعالیت میکنن دارای یک دیدگاه روشن دست کم در روند گفتگوهای صلح هستن؟ خب اگر جریان های سیاسی بیرون از قدرت، که من فکر میکنم هیچ جریان سیاسی نیست امروز در افغانستان که بیرون از قدرت سیاسی باشه، چون این فکر نمیکنین؟ خیر، هر حزب نماینده خود داره، به سطح والی، به سطح وزیر، به سطح قماندان، هر کس به اصطلاح به اندازه تفنگش یک بخش گرفته. از آدرس حزب؟ از آدرس احزاب، از آدرس تنظیم ها، از آدرس گروه ها،
یعنی یک واقعیت انکارناپذیر است متاسفانه. هنوز هم به باور ما دولت شراکتی و ائتلافی حاکم است، نه یک تیم واحد رئیس جمهور خالص و یا هم رئیس جمهور با معاونینش باشه. این متاسفانه یک واقعیت است. حال که در گذشته تعداد وزیرایشان زیاد بود، امروز کمی، بحث جداست. اما شما از هر طیف جریان سیاسی، چی احزاب است، چی فرکسیون ها یا تنظیم های سیاسی است، یک نماینده حتما میبینین در یک جای قدرت هستن و هیچ گروه هم خوشبختانه این بحث رد کرده نمیتونه. من فکر میکنم که امی گروه مخالف نظام یا با نظام خواهر چی که است، اینا دستاوردشان چی است؟ اینا هم حداقل 6-7 مرتبه داخل افغانستان، بیرون از افغانستان زمینه برشان برابر شد. تفاهم اینا با طالبا چی بود؟ صحیح است که طالبا مشروعیت نظام دولت افغانستان نپذیرفته امروز و افتخار از این داره که حلقات معین سیاسی که به عنوان گروه مقاومت در گذشته بوده اینا را لااقل پذیرفته دوری یک میز نشستن و گپ زدن. با کمال تاسف اجازه بدین من به چند مورد اشاره کنم. اول، اینا به تفاهم رسیدن با طالبا. مثلا طالبا قانون اساسی افغانستان قبول نداره و بخش جریان های سیاسی دیگه هم قانون اساسی افغانستان علاقمند تغییر هستن. وقتی که نفس تغییر مطرح میشه، هر دو جریان با هم همسویی پیدا میکنه. وقتی که بحث افغانستان و تقسیم قدرت افغانستان و بحث شمال و جنوب است، این بحث اختلافی نیست بینشان. این بحث به عنوان یک بحث توافقی است در نهایتش. وقتی بحث کشورهایی که پادرمیانی داره در قضیه افغانستان، حتی نماینده طالبان به جمهوری اسلامی ایران رفت و میفهمین که علاقات نزدیک سیاسی در افغانستان هم هستند که با ایران همکاری های نزدیک داشتن و دارن و بالاخره ای هم نوعی از چراغ سبز نشان میده که من فکر میکنم که لااقل حرکت بعضی، شاید کلشنه بعضی گروه های سیاسی در افغانستان که دقیق شاید در بسیاری از موارد اختلافات کوچک بوده اما و سر مواد اصلی که طالبا به اصطلاح علاقمندش هستن تا اندازه توافق صورت گرفته. اما اجازه بدین که ما میخوایم به دو گپ دیگه هم اشاره داشته باشم. فکر میکنیم، فرض میکنیم دفتر قطر با هر مشکلی که هست هیئت شورای صلح میره و ایره میپذیره و بالاخره یک توافق صورت میگیره. کی گارانتی میده؟ امی کی گارانتی میده، تضمین میکنه، ضمانت میکنه بر مردم افغانستان که دیگه کسی به نام طالب نمی جنگه، دیگه کسی با واسکت انتحاریش نمی آید، دیگه ماینه کنار جاده انفجار نمی کنه و دیگه هم بمی به خانه کسی انداخته نمیشه؟ هیچ گروه، نه دولت، نه دوستای خارجی به اصطلاح و نه هم طالبا. این ضمانت و این تضمینه هیچ کس متاسفانه داده نمیتونه. خب ما هر چیزی را که گفتیم با کمال تاسف همو شده، اما اجازه بدین که همین سوال قبل از این که ما از این که دیگه هم غرق شویم به عنوان یک کشور یک ملت، این سوال لااقل هر افغان از خود بپرسه که کدام گارانتی ضمانت تضمین وجود داره که دیگه به خشونت پایان داده شود؟ یک. دوم، حلقات معین سیاسی در افغانستان با کمال تاسف هرچند در جریان 10 سال گذشته به شکل از اشکال خل سلا شدن، اما امروز دوباره تفنگ به شانه‌شان انداخته شد، یا توسط رهبرایشان برشان توزیع شد یا هم توسط حلقات معین سیاسی دیگه یا توسط کشورهای دیگه برشان آمد و یا هم داشتن پس دوباره گرفتن. یک نمو آمادگی است. اینها با این سلاح خود چی میکنن؟ در برابر کی میجنگن؟ دوباره مثل گذشته یکی دیگه خودم میکشن و یا اینا یک خط معین جدا میکنن؟ که بخاطر از اینکه وقتی که ما رفع خشونت یا توقف خشونت میگیم، گروه های مختلف در داخل افغانستان درگیر قضای افغانستان هستند که هر کدام به نفع خود میخواه پلی ترازوی قدرت به صوب خود بکشانه. بس دیگه، بس قانون اساسی است. وقتی که شما میبینین، شاید حتی در قصر ریاست جمهوری هم امروز اگه ازش پرسان کنین علاقمند از این باشه که قانون اساسی افغانستان تغییر کنه، شاید بخاطر از اینکه هر کس به نفع خود اگر فکر کنه رئیس جمهور هم علاقمند از این باشه که همو مانعی که برای بیش از دوبار برای کاندیداتوری ریاست جمهوری رفته نمیتونه، اگر می تغییر بخوره خب به نفعشان است.
بینی توافق کی گارانتی میکنه آزادیایی که امروز مردم افغانستان داره، دستاوردهایی که امروز مردم افغانستان داره، ای به عنوان یک اصل حفظ شوه؟ و اجازه بدین یک خوشخبری هم دارم. از لحاظ سیاسی در اینمی مقطع زمانی قضایا به نفع افغانستان است. با تمام به اصطلاح جنجالی که بحث مذاکره با طالبان داره، با تمام یأس و ناامیدی و بیرق سفید و لوح امارت اسلامی که بسیار خوشایند نبود به دید همه مردم افغانستان، قضایای سیاسی پس دوباره دور خورد به نفع مردم افغانستان. به چند دلیل در صف طالبان رخنه ایجاد شد. یک گروه ایدئولوژیکش که برخلاف خارجی است، برخلاف از این است که آمریکا کافر است، آمده اشغال کرده، من افغانستان رو باید از این اشغال نجات بتم. وقتی که او امروز در جبهه میشنوه که کلانش میره به نمایندگی از او امرای امریکا گپ میزنه، یک پیام خوش برش نیست. یک درس، یک شکاف. دوم، یک گروپی از طالبا که همیشه از موضع قدرت نه از ضعف خواستن که با قضای افغانستان داخل شن، ما به عنوان بزرگ نمایی بیش از حد حقشان هم صورت گرفته، اینها وقتی که میبینن که پرچمشان نیمه افراشته میمانه و هویت سیاسیشان به عنوان امارت اسلامی افغانستان ازشان گرفته میشه، اینا جدا بازنده میشن، نه به عنوان یک طرف برنده و با قدرت. در انزوای سیاسی که امروز طالبا قرار گرفته، در هیچ مرحله دیگه جز از سالهای اول بعد از 2001 قرار نگرفته بود، یعنی در واپسین 7 سال گذشته به این اندازه در انزوا قرار نگرفتن. در عین حال که شدت حملات به عنوان یک مانور نظامی طالبا امروز در افغانستان در جبهات به عنوان جنگ جبهه‌ای، در شهرهای بزرگ به عنوان امو جنگ گریلایی خود انجام میتن، آخرین مانور سیاسیشان که امی دفتر و امی بیرق بود ایران به همایش گذاشتن. من فکر میکنم دیگه طالبا به عنوان یک قدرت بزرگ سیاسی یا یک طرف قضیه افغانستان نمیتونه بیش از این به این بازی سیاسی خود ادامه بده. هرگاه دولت افغانستان درک کنه و قضیه را از یک دید واحد به نفع مردم افغانستان بجنبه. سپاسگزار. پیش از پرداختن به اینکه واقعا طالبان به انزوای سیاسی رفتن و رخنی در صفوف طالبان ایجاد شده است، این سوال مطرح میشه که آیا واقعا جریان‌های سیاسی در درون افغانستان هستند که همسان با بخش‌های اساسی از دیدگاه‌های طالبان فکر می‌کنند؟ وای واقعا ضمانت وجود نداره که اگر دست کم این گفتگوها نتیجه بده دیگر میلی تفنگ حاکم نخواهد بود؟ پس از میان برنامه کوتاه از آقای زکی خواهیم پرسید. باز هم خوش آمدید. آیا واقعا میشه فکر کرد که شماره از جریان‌های سیاسی دست کم در اصل مسائل با تغییر قانون اساسی، موضوع شمال و جنوب و مسئله ضمانت نبودن برای عدم استفاده از تفنگ در افغانستان کار میکنن؟ قیزکی؟ مسئله شمال و جنوب یک واقعیت تاریخی و جغرافیایی افغانستان است، محصول ذهن کسی نیست، محصول تاریخ و جغرافیای ماست. سلسله کوههای هندوکش کشور را تقسیم کرده، ما کشور واحدی هستیم و با کمال حسن نیت سیاسیون، یک دست زیاد سیاسیون سالمندش وجود دارند که در راه تبدیل شدن به یک ملت واحد کار میکنیم، اما شمال و جنوب وجود دارد. و واقعیت از امی که امروز اگر شما جابجایی قوتهای بین المللی و جابجایی نیروهای مسلح افغانستان را هم ببینین، تمرکز بیشترشان در جنوب است، جنگ بیشتر در جنوب است، مزرات در اونجا است. فردا وقتی که نیروها از اونجا تخلیه شوند، باز هم تهدیدات امنیتی بیشتر جنوب کشور ما را یعنی تهدید خواهد کرد بیشتر. بنابراین یک مسئله نیست که موجود نباشد. اما نه دو کشور جداگانه. نه. که شما موافق نیستید. نه، به هیچ وجه. به هیچ وجه. خب. و اما بیاییم به این که قانون اساسی. روی قانون اساسی. قبول از این قضیه که قانون اساسی به تغییر احتیاج داره، اگر هر کسی که این جمله را گفته باشه در قطار آدم‌های بد قرار بگیره، من توجه کل دوستا را به این جلب میکنم و آرشیف لوی جرگه قانون اساسی مراجعه کنیم. در سخنرانی اختتامی خود جناب کرزی صاحب همون قانون توافق شده را برداشت، گفت امروز ما این قانون را تصویب کردیم
این وحی منزل نیست، هر وقت که لازم باشه باز تغییرش میتیم. ده همو صبحگاه تصویب قانون اساسی جناب کرزی صاحب جمله رو بیان کردن که عاقلانه ترین جمله ممکن بود که بیان میکردن. بنابر ای اگر منتها این درست نیست، یک مغالطه هست اگر ما بگوییم که اپوزیسیون قانونی به عین ترتیب تغییرات معتقد است که طالبان معتقد است که بدون شک چون چنین. اما آقای زکی یک سوال اینجا مطرح میشه، بله، اگر طالبان میان میگن که این همینجا بسیاری از مسائل است که بر اساس خواست دینی و شرعی نیست، بر اساس آموزه های دینی نیست، با ما میخوایم این تغییر بکنه، چیزی که به نظر میرسه شما را از جریان های سیاسی در ساختار نظام با اون تفاوت هایش مطرح میکنن، بس مشکل در چی است؟ مشکل نه، مشکل اصلا سر روی پرنسیپ عزیزه که قانون اساسی وحی منزل و غیر قابل تغییر است و قابل بحث است. این حق ملت بوده که در روی جرگه خود جمع شده این قانون را تصویب کرده، مثل که قوانین ما قبلش را تصویب کرده. این حق بدون تردید ملت است که باز در یک لویه جرگه بعدی قانون اساسی هر وقت که اراده بکنه بشینه و بگویه که آیا ما به تغییرات احتیاج داریم یا نه، و در روز زمان هر کس فکر خود خواهد گفت و هر فکری که بازم بر اساس قانون غالب شود قانون اساسی جدید در تشکیل خود ما بالکل ضرور ریفرم قانون اساسی یک ضرورت میدانیم. مسئله سوم چیزی که به نظر میرسه دست کم ممکن خانم بارکزای هدفشون چنین چیزی نبوده باشه، مسئله ضمانت نتیجه دهی دفتر بود، چیزی که بیشتر از این هم گفته شد که در شمار از جاها در شمال افغانستان سلاح توزیع میشه. آیا موافق هستن که اگر این رو طالبان هم بپذیرن نتیجه به تمی دفتر خطر ضمانت برای گذاشتن سلاح و پایان جنگ در افغانستان نیست؟ این تنها اولا این منصفانه نیست که ما اشاره کنیم تنها به این که در شمال افغانستان مردم سلاح میگیرن. خیزش های به اصطلاح خودجوش مردمی علیه طالبان از جنوب شروع شد، هزارها انسان سلاح گرفتن و حکومت آفرین گفت برشان و کمک رای کرد برازی که بر ضد طالبان بود. هر قدر که ما به 2014 نزدیک میشیم و خطر یک خیزش جدید از طرف طالبان در صورتی که مذاکرات صلح به نتیجه نرسد در سراسر کشور به میان میآید، مردم نه تنها در شمال، در اقصا نقاط کشور آمادگی میگیرن که از ناموس خود، از زن و فرزند خود دفاع بکنن. آمادگی میگیرن یا گرفتن بدون خواست و اراده ما و شما. ما و شما اینجا بحث میکنیم از چند سال است که دوام داره و مجرد که چون هر باری که طالبان میخیزن و میگن که اشغال از قوای اشغالگر برای بعد از اون قدرت خود را تثبیت میکنیم، بعد از اون نشان میدیم این مردم را میترسانه و مردم به عکس العمل آماده میشن. و چون چی صورت گرفته؟ این یک جریان است که همه روزه در سراسر کشور جریان داره، این شمال و جنوب نداره. سپاسگزار. آقای فاروقی اجازه بدین یک قضیه به ارتباط دفتر که گفتیم بگویم. خیلی کوتاه اگر اشاره کنم. خیلی کوتاه. دفتر در معرض یک سوال بود و نبود قرار داره. سه بود است. جامعه بین المللی بسیار فعال شده. خانم بارکزای اشاره کردن و فاکتورهای مختلفش تکرار نمیکنم. به طالبان هم اثر گذاشته. ببینید حیات خود را اونجا تبدیل کردن. حالا ما نمیفهمیم حیات جدید که میای سخت دریستر خواهد بود، تندروتر خواهد بود یا ملایمتر خواهد بود. سوم، مردم افغانستان بسیار خیلی روشن با اتحاد بیان کردن که امارات را قبول ندارن. حالا اگر کل از این فاکتورها بالاخره کار را دوباره به جای بر بگردانه که مذاکرات صلح با حسن نیت آغاز شوه، البته میتونه به جنگ پایان بده. شما موافق هستین؟ میتونه به جنگ پایان بده. شما موافق هستین؟ ولی یک راهش هم هست. آقای فاروقی، چند نکته ای که خانم بارکزای اشاره کردن که گشایش دفتر و این واکنش هایی که صورت میگیره بیشتر به نفع مردم افغانستان بوده، به نفع حکومت افغانستان بوده، یعنی به این معنا که با این کار اول طالبان به انزوای سیاسی رفتن، دوم رخنه میان طالبان ایجاد شد، موافق هستن؟ دقیقاً بله. من فکر میکنم که گذار بر واقعیت های تحولات سیاسی در جو منطقه و کنش های قدرت های بین المللی و قدرت هایی که زی علاقه هستند در بحث های منطقه دقیقاً میرسانه که دیگه طالب ها در اون موقعیت دیروز خود نیستن. شما ببینید تحولاتی که امروز در کشورهای منطقه آمد، آقای نواز شریف به عنوان صدر اعظم جدید پاکستان دقیقاً با همین پیامی که او بر معضلات اقتصادی پاکستان رای حل میسنجه و ملت پاکستان از بدبختی های بسیار جدی که با او مواجه هستند که ناامنی ها و انزوای سیاسی پاکستان عامل اساسی و نامرایمتی هاست، این پیامی بود که ملت پاکستان فرستادن هم به طالب ها، هم به نیروهای افراطی و هم به او حلقات در داخل پاکستان که در واقع اونها از افراطیت، از دین، از تروریسم و از سایر ابزار به عنوان اهداف تداوم قدرتشان استفاده میکردن که دیگه برای اونها بیشتر از این امر ممکن نیست. به او خاطر تحولاتی که شما در ایران در جمهوری اسلامی ایران میبینید امروز
وقتی رهبری جدید به قدرت میرسه و در واقع رای اکثریت مطلق مردم با خود داره، این خود پیامی است که دیگه این بحث ها نمیتونه تداوم داشته باشه. من فکر میکنم که علاقمندی طالبا به هر شکلی که بوده در حضور در قطر بعد از گفتمان های دو سه سال اخیر بالاخره میرسانه که وقتی طالب ها حاضر میشن خلاف آنچه که در گذشته گفته بودن که با هیچ کسی مذاکره نمیکنن و بحث های افغانستان از زندان خاتمه یافته بود، امروز وقتی حاضر میشن این نشان میده که اونها در موضع گذشته خود نیستن و لااقل یک قدم به پیش است. و این به معنی بحث انزوای سیاسی است فکر میکنید؟ به یقین، به خاطر اینکه شما ببینید وقتی که امروز طالب ها به عنوان یک گروهی که لااقل یک تعداد از متن از اینا حاضر به مذاکره میشن، گروه های تندرو و میانه رو تشخیص میشه، معتصم آقا وقتی میره در مابین ترکیه صحبت های را انجام میده و از سر امارت تاکید نمیکنه و بالاخره بحث هایی که دیروز در دوحه اتفاق افتاد یا بنابر خبط سیاسی یا بنابر مشکلات تکنیکی و یا هم بنابر بیکفایتی های مسئولین تکنیکی دولت ما، متاسفانه حالتی که به وجود آمد و عکس العمل هایی که در برابرشون و طالبا با یک سرعت برق دوباره پس اصلاحات در خود آوردن و دوباره آمادگی نشان دادن که ما حاضر هستیم کماکان مذاکره بکنیم و شما دیدین که ایالات متحده آمریکا نمایندهشون با اونا صحبت نکردن به خاطر تخلفاتی که انجام داده بودن و از طرف دیگه این عملکردها را جمهوری اسلامی پاکستان و سایر کشورها در مجموع کشورهایی هستند که در واقع امو اقتدار سیاسی این حلقات درگیر در داخل افغانستان میتونن تسجیل بکنن، اونا همه در برابر یک عکس‌العمل مساجدی نشان دادن. یک استدلالی که بیشتر میشه، حالا شما زمانی که میگین که اینا میرن به طرف انزوای سیاسی بدور از این موضع‌گیری هایی که حالا پرچم بلند باشه یا پایین، سوالی است زمانی که طالبان میرن به ژاپن، زمانی که طالبان میرن به فرانسه، زمانی که طالبان میرن به ایران، میرن به قطر، گفتگو میکنن و به عنوان یک طرف مطرح میشن، کاری که در 2001 صورت نگرفت و اینا رو به عنوان یک گروه شورشی با B52 ندای سالشون پاسخ گفته شد. زمانی که شما اگر دست کم بپذیرین که این رخنه ایجاد شده، هنوز هم پس از گشایش این دفتر صدای گلوله را دیروز شما در چند متری ارگ ریاست جمهوری شنیدین. پس بر اساس چه استدلال چین شده؟ ببینید، اول این بحث های سال 2001 اواخر 2001 و 2002 دوباره ریورس شد در سالهای 2004 و 2005 به بعد. حالاتی که ما بحث میکنیم در جریان حداقل 4-5 سال اخیر است و در این حال شما تمام دکترین نظامی و بحث های داخل جنگ ها رو در تمام تاریخ انسان ببینین، هر وقتی که بحث از مذاکره و مصالحه شده پیامدهای میدان جنگ همچنینی بوده که امروز هست. ای اشتعال جنگ ها و رسیدن جنگ به دروازه های ارگ تنها از طرف نیروهای طالب نیست، از طرف حکومت افغانستان هم و از طرف نیروهای جامعه بین المللی در افغانستان هم شما میبینین که عکس العمل ها و یا عمل های شدید نظامی در تمام ولایت افغانستان جریان داره و این میرسانه که هر دو طرف در واقع در صدد تشدید مسابقات نظامی هستند تا بالاخره دست بلند در بحث‌های توافقات صلح داشته باشن. من فکر میکنم که بحث جدید نیست. آنچه که بحث‌هایی که طالبان در اواخر کردن، چی در فرانسه، چی در ژاپن و چی در جاهای دیگه، در همه بحث‌ها تا جایی که ما به عنوان شخصیت هایی که داخل هستیم در پروسه های سیاسی افغانستان حضور داشتیم، ما به صراحتی رو درک کردیم که طالب دیگه او طالب 10 سال پیش نیست و یا لااقل امروز بحث ها رو به عنوان بحث هایی که در روند سیاسی میتونن به او اهداف آرزوهای خود برسن، اینو میتونن با معقولیت بپذیرن و این بر ما مایه امید است که او این بحث های انزوای سیاسی در واقع اونا رو به میدان ها میکشن. آقای سانچورکی، اول میخواییم خیلی کوتاه بفهمم که موافق هستن که دیگر طالب اون طالب یک دهه پیش نیست؟ بله، چند دلیل و نشانه وجود داره. یک دلیلی است که طالب دیگر مانند دوران قبل نمیتونه موج آفرینی کنه، یعنی گروه های شهادت طلب هزار هزار با میدان جنگ بیاره، این کارهایی که انتحار میشه، این کارهایی است که خود شبکه های استخباراتی انجام میده. طالب کاملا متوجه قضیه است که دیگه این چانس نداره که یک جنبش و خیزش کلان مردمی را به راه انداخته و سنگرها را بشکنه و تصرف کنه افغانستان. از طرف دیگه حامیان بیرونی طالبان مخصوصا پاکستان آنچنان در جنجال طالبانیزم درون پاکستان غرق است که بازگشت طالبان به قدرت به معنای تقویت طالبان پاکستان میبنه و حمایت نمیشه. از طرف دیگه واقعا روند اوضاع در مجموع به طرف نوع گفتمان، نوع مصالحه و ای تو مسائل است. جنگ و خشونت دیگه گنجایش نداره در افغانستان. امروز هم در سطح ملی
هم در سطح منطقه طوری که پیشتر عرض کردم نیاز به این است که باید در افغانستان صلح حاکم شود. ما خانم بارگزای گپای اما گپای خراب نمیزنن، اون گپای خوب هم میزنن. به این خاطر ما تایید میکنیم گپایشان که فعلا طالب دیگه او توان نداره، افغانستان یک موقعیت جدید پیدا کرده و باید این موقعیت جدید هم به نفع پاکستان میتونه باشه، هم به نفع آسیای میانه، هم به نفع کشورهای فرا منطقه‌ای. به این خاطر و از طرف دیگه نقطه خیلی مهمی است که ما در یک دو نشستی که حضور داشتیم طالبان نمایندهشان بودند، جناب زکی تشریف داشتند، ما هم صحبت از سر یک میز بسیار جدی صحبت کردیم. طالبان گفتند که ما برایشان گفتیم که افغانستان در 12 سال تغییر کرده، ظرفیت‌های جدید آمده، نسل نو آمده، با مشارکت، با انتخابات، با ارزش‌های جدید آشنا شده. شما چطور می‌تونید با کیبل و شلاق برگردانید جامعه را؟ گفتم این تغییر در طالبان به وجود آمده، نسل جدید در میان طالبان به وجود آمده. گفتید اتفاقا ما به رهبری طالبان پیشنهاد کردیم که خشونت ما را در ذهن و ضمیر مردم افغانستان ترد کرده، ما باید از راه دیگه وارد شویم. به این خاطر ما تایید میکنیم که این تغییرات آمده و زمینه و فرصت‌های جدید پیدا شده، ما باید از این استفاده کنیم به جای اینکه این ضربه بزنیم بهره گیری کنیم. بدور از اون حرفای خوب و خرابی که پیشتر گفتن که خانم بارگزای میگن، در نهایتش فکر میکنید آنچه را که به عنوان واکنش مردمی، واکنش جریان‌های سیاسی و واکنش حکومت در برابر بلند شدن پرچم امارت اسلامی و گشایش دفتر زیر این نام چگونه بوده؟ ببینید وقتی که بیرق طالبان بالا شد و لوحه امارت اسلامی نصب شد، یک پیام بسیار نگران کننده مخابره کرد و مردم افغانستان به دنیا، و این نشان دهنده بود که در تفکر طالبان، در باورهای سیاسی و اعتقادشان تغییر نامده و طالبان در صدد بازگرداندن امارت اسلامی و تفکر طالبانی خود به افغانستان هستند، چیزی که دیگه پذیرش نداره در جامعه. و به همین خاطر ما واکنش ها را نه در سطح ملی بلکه در سطح منطقه کشورهای بزرگ دنیا را میبینیم که یک پرسش کلان مطرح کردند که چی شد. به این خاطر طالبان متوجه قضیه شدند و همه دنیا متوجه شد. به این خاطر فهمیدن که دیگه چانس ندارن که امارات اسلامی را برگردانند. سپاسگزارم. حالا بدور از این که طالبان در نهایتش به امارات اسلامی میاندیشن یا خیر، سوال اساسی هی است که هرگاه دیدگاه های دست کم متفاوت از چگونگی خدمت طالبان به بیگانگان، خدمت طالبان برای کسایی که ضد اسلام هستند و در نهایتش بحث تجزیه افغانستان، راهی که زیر نام دفتر گفتگو برای طالبان در دوحه وجود داره به کجا منتهی خواهد شد؟ من فکر میکنم که راهی از این واضح است و نتیجه مطلوب با توجه به 5 هدف اصلی که برای ایجاد دفتر بیان شده ما نمیتونیم برسیم، الایی که طالبان در موضع خود تغییر وارد نکنن، سازمان ملل متحد در قضیه صلح افغانستان شریک نشه و دولت افغانستان پروسه صلح به عنوان یک پروژه سیاسی ارائه نکنه. سپاسگزارم. آیا این سه کار صورت خواهد گرفت؟ به اصطلاح توپ به میدان طالباست. اونا هستند که باید قابلیت نشان بتن، نیت، حسن نیت نشان بتن و توانایی نشان بتن که قادر هستند که یک چرخش 180 درجه‌ای بکنن و از یک سازمان جنگی تبدیل شوند، استحاله بکنن به سازمان سیاسی و وارد پروسه‌های سیاسی شوند یا نه. منتظر میمانیم تا ببینیم. این انتظار فکر میکنه نتیجه چه خواهد بود با توجه به این گذشته نزدیک؟ فکر میکنم که بحث پروسه صلح و مذاکرات پروسه بسیار پیچیده هست. با مدیریت ضعیف و بی‌کفایتی که متاسفانه ما داریم، انتظار از این نیست که ما شاهد تحولات بسیار سریع باشیم، ولی که به عنوان یک آغاز ما باید به حسن نیت بگیریم. آن چیزی که برخورد با انعطاف طالبان بود و اصرار از اونا بر آغاز مذاکرات، و فکر میکنم که پیام بسیار صریح هست که طالبان آماده هستند که از موضع زق و از موضعی که در گذشته ها داشتن امروز قدم های را بعقب ماندن و از این فرصت ها باید دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دنیا، همسایه ها و همه مردم افغانستان به صورت خاص باید استفاده کنند تا اونها را از حالت موجودشان در پروسه سیاسی به شکل کس باید داخل شود تا صلح امنیت در افغانستان بدور از ضعف مدیریتی های واقعا طالبان یک قدم بعقب خواهند رفت یا در نهایتش اون 360 درجه تغییر خواهند کرد؟ 180 درجه. ببینید فعلا فقط یک منفذ باز شده، یک نقطه آغاز که او دفتر است که ایجاد شده، اما مشکلات همچنان با تمام انبوهیش سر جای خود باقی مانده. ما با پاکستان مشکل داریم، مشکلات سرحدی داریم، ما در سطح داخل افغانستان مشکلات پیچیده وجود داره.
اگر رهبری و زعامت افغانستان مسئولانه عمل کنه که ما دیگه حالا احتمال نمیتیم به وقت کمی که داره مسئولانه عمل بکنه، اگر اینا مسئولانه عمل کنن طالبا واقعا یک درک واقع بینانه از وضعیت داشته باشن و بخوان مسئولانه رفتار بکنن، این امیدهای ضعیف و لرزان آیسایسا تقویت میشه و ما را میرسونه به یک نقطه روشن، به شرطی که همه طرف ها با درک مسئولیت های تاریخی و واقعیت های موجود جامعه عمل بکنن. حالا در نهایتش این که با توجه به این مشکلات داخلی و مشکلات بیرونی مانند پاکستان و مسئله اعتماد نکردن بالای جریان حاکم در افغانستان و در نهایتش درک طالبان، دفتر دوحه راه بر رسیدن به صلح افغانستان خواهد بود؟ زمان پاسخ خواهد گفت. تا دیدار دیگر، خدا.